همراه میشیم با اشکان صفایی همکارم از اورشلیم. اشکان، روزهای پرخبری در سوریه، حملاتی که اونجا انجام میشه، اسرائیل هم پرکار بوده. چه پیش بینی میشه کرد از عملیات های نظامی که اسرائیل در پیش خواهد داشت در سوریه و واکنش ها چی بوده؟ خب نیوشا، پیش بینی واقعا کار سختیه که بکنیم، و فقط این روزها هم نبوده که در واقع این حملات اتفاق افتاده. اگرچه اسرائیل تا الان به جز دو سه مورد خاص مسئولیت هیچ کدوم از حملات رو مستقیما بر عهده نگرفته، اما بنیامین نتانیاهو تقریبا دو سال پیش بود که گفت که ما اون زمان گفت که ما صدها یا حتی هزاران حمله در سوریه انجام دادیم، و خب از اون موقع تا الان هم همونطوری که گفتی این حملات ادامه داشته. و در مورد حمله هایی که در واقع یک شنبه شب شد، این گزارش حالا القدس العربی بود، اما گزارش ها واقعا خیلی زد و نقیض بوده از اینکه هدف این حمله چی بوده. برخی از گزارش ها از جمله خود رسانه های عربی گفتن که علاوه بر اون در واقع پدافند هوایی، یک محموله موشکی هم که از ایران رسیده بوده هدف قرار گرفته. برخی دیگه گفتن که اون محلی که در دمشق هدف قرار گرفته نیروهای حزب الله هم بودن. اما اینکه چرا در واقع پدافند هوایی هدف قرار گرفته، اگرچه این بار اول نیست، اما یکی از تحلیل هایی که وجود داره این هست که اسرائیل در واقع این کار رو کرده تا توانایی در واقع توانایی خودش رو برای زدن پدافند هوایی سوریه بسنجه، و توانایی پدافند هوایی سوریه رو، و شاید برای اینکه مطمئن بشه که در آینده هم میتونه به این گونه حملات ادامه بده. ممنونم از تو همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ما.